رفرنس فضایی شناخته شده نیست برای ما. هر عکسی که شما تو لپتاپتون دارید، تو کامپیوترتون دارید، همشون یه سیستم مختصاتی دارن، ولی سیستم مختصاتشون اسپیشال نیست، یعنی زمینی نیست، یه مختصاتی رو سطح زمین نداره و فقط بستگی به اون دوربینی داره که اون عکس از طریق اون برداشته شده. و اگر ما بخوایم اونها رو تو جی آی اس با لایه‌های دیگه انطباق پیدا بکنن، باید حتما یه مقیاس فضایی داشته باشن. خب ما اوکی میزنیم، این به نقشه‌مون اضافه میشه، ولی اینجا به ما نشون نمیده که کجا قرار داره. اگه ما تو این قسمت زوم تو لایه رو بزنیم، میتونیم این نقشه رو اینجا مشاهده بکنیم، ببینیم که یه قسمت دیگه قرار این یه قسمت از در واقع شهر ساری هست که ما ببینیم روی اون لایه قسمت ساری قرار نگرفت. چرا؟ چون مختصاتشون با هم دیگه کاملا متفاوته. این مختصات شما از قبل تعریف کردیم، مختصات شهریش کاملا مختصاتی که زمین مرجع هستش، اما این زمین مرجع نیست. بنابراین می‌بینید اینها دو رو هم قرار نمی‌گیرن، در حالی که باید روی هم دیگه قرار می‌گرفتن اگر مختصاتش معلوم بود. اگه لایه یا نشون نده، ما میتونیم کلیک کنیم، کلیک کنیم زوم تو لایه رو بزنیم و اون لایه رو مشاهده کنیم. و اگر بخوایم کل لایه‌ها رو یه جا ببینیم، میتونیم اینو به این صورت فول اکسنت رو بزنیم و لایه‌ها رو مشاهده کنیم. خب یه لایه رستری هستش که ما اد کردیم و حالا یه لایه رستری دیگه، لایه دم استان مازندران هستش. اگه این لایه دم هم اد بکنیم، این میاد تو این قسمت قرار میگیره، چون مختصاتش معلوم هست، دقیقاً توی اون منطقه قرار گرفته، روی همون شهرها توی همون نقاط ارتفاعی خاص خودشون قرار گرفتن. این یه لایه رستری هستش، لایه دم، و به این صورت هستش که ما توی لایه رستری پیکسل ولیو ها رو داریم. به عنوان مثال هر کدوم از این مربعهای کوچیکی می‌بینیم یه پیکسل هستن با یه مساحت مشخصی و یه پیکسل ولیوی دارن که نماینده ارتفاع هستش. به عنوان مثال این پیکسل ولیو ارتفاع 315 متر از سطح دریا رو به ما داره نشون میده، یعنی این نقطه از سطح زمین انقدر ارتفاع داره. و اگر بخوایم اندازه بگیریم پیکسل سایزش رو، می‌بینیم که اینجا تا این قسمت چیزی حدود 90 متر. ما باید قسمت این ابزار رو انتخاب کنیم، می‌بینیم که از اینجا تا اینجا چیزی حدود 90 متر میشه. حالا ما دقیق اندازه نگرفتیم و نشون میده که هر پیکسلش، هر کدوم از اضلاعش 90 متر هستند. پس از مجموعه تمام این پیکسل ها، دقیقا شبیه صفحات شطرنجه که از مجموعه تمام این پیکسل ها ما تمام پهنه‌های سطح زمین ارتفاعشون کاملا مشخص میشه که دره ها هستن و این هم ارتفاعات هستن. دیفالت نرم افزار به این صورته که هر چقدر پیکسل ولی ها سفیدتر باشن ارزش بالاتری دارن و هر پیکسل ولی های تیره تر ارزش کمتری دارن و بر اساس حالا اینکه چند بیت باشه این پیکسل ولیو بین، حالا فرضاً اگه 8 بیت باشه بین 0 تا 255 متغیر هستن. خب اینجا ما دیگه اتریبیوت تیبلش چندان برای ما اهمیتی نداره تو رستر، تو رستر اتریبیوت تیبل زیاد باش کار نداریم. و اگه ما تو پروپرتیزش بیایم، میتونیم مشاهده بکنیم که تو قسمت سورس اندازه پیکسل ولیو، اندازه پیکسل ها، پیکسل سایزشون اینجا مشخصه و اینکه با فرمت گرید اکستنتش میگه از طول عرضش چنده، از عرض جغرافیایی 35 درجه تا عرض جغرافیایی 37 درجه و از طول جغرافیایی 50 درجه شرقی تا طول جغرافیایی 54 درجه شرقی کل محدوده این رستر ما هستش. اسپیشال رفرنسش جیوگرافیکال کوردینیت سیستم هستش با دیتوم WGS 84 که اینها رو حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. لازمه اشاره بکنیم که برای وکتور، اگر ما همین لایه‌های وکتوری که داشتیم، این اروری که میده به خاطر این رستریه که به فرمت JPG اد کردیم و مختصات نداره. خب اگر ما اینو تو پروپرتیزش کلیک بکنیم، میبینیم که با فرمت لمبرت هستش، یعنی کونیکال هستش، و تو قسمت سیمبولوژی اگه بخوایم کاتگوریز بریم و اینها رو بر اساس نام استان‌ها رنگ‌بندی بکنیم، میتونیم همچین حالتی رو برای استان‌ها داشته باشیم. اگه یه لایه یا نخواهی میتونیم اینجا کلیک راست بکنیم و ریموو بزنیم. اگه ما اینا ریموو بکنیم، توی درایومون هست، فقط از محیط کاریمون میره. مطلبی که خیلی لازمه در مورد محیط کار، cả ngày này.
Chỉ là xong thôi. Mình đi làm việc khác được này các bạn này. Mà phải để ý nổi